درود بر شما یوران همیشگی برنامه ایران و جهان در این برنامه طبق روال مروری داریم بر مهمترین تحولات هفته گذشته از جمله واکنش ها به دستگیری روزنامه نگاران در ایران حملات سایبری سپاه پاسداران به چند مقام وزارت خارجه آمریکا بازداشت یک شهروند آمریکایی لبنانی در ایران و ابهامات درباره سقوط هواپیمای روسی بر فراز صحرای سینا با ما همراه باشید روزهای اخیر موج تازه ای از بازداشت روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای در داخل کشور به راه افتاده است که سپاه پاسداران میگوید نفوذی و جذب شده دولت های غربی بودند موجی که نگرانی حسن روحانی را به دنبال داشت و واکنش برخی از مقامات جمهوری اسلامی را برانگیخت حسن روحانی گفت به نام نفوذ نباید ادعی را متهم کرد و به حاشیه راند تندروها نگرانند که تلاش حسن روحانی برای بهبود مناسب با قرب راه را برای فشار بر جمهوری اسلامی در زمینه های از جمله حقوق بشر را هموار کند همزمان با بازداشت چند روزنامه نگار در ایران که جرم آنها از سوی سپاه پاسداران ارتباط با شبکه نفوذی وابسته به دولتهای آمریکا و انگلستان عنوان شده برخی مقامات جمهوری اسلامی نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند روز دوشنبه 11 آبان 1394 رسانه ها از بازداشت احسان مازندرانی روزنامه نگار و مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین ایسا سهرخیز روزنامه نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب خبر دادند. همچنین دیروز سهشنبه خبر بازداشت آفرین چیتساز روزنامه نگار حوزه سیاست خارجی روزنامه ایران از سوی خبرگزاری مهر منتشر شد سامان سفرزایی خبرنگار سابق روزنامه اعتماد و ماهنامه اندیشه پویا نیز جزو بازداشتی هاست. در برخی صفحات مجازی نیز اخباری درباره بازداشت رضا رفیعی نگار اقتصادی منتشر شده هرچند نام وی هنوز به طور رسمی اعلام نشده است اما خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران دیروز از بازداشت پنج نفر از عوامل مرتبط با پروژه نفوذ دشمن در مطبوعات ایران از سوی سربازان گمنام امام زمان و با دستور مقام قضایی خبر داده بود. سایت سهام نیوز نیز از احزار 20 خبرنگار و روزنامه نگار اصلاح طلب به خیابان صابونچی تهران خبر داده و نوشته که قرار است این افراد به صورت جداگانه تحت بازجویی سپاه پاسداران قرار گیرند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه شنبه در سخنانی به مناسبت 13 آبان گفت بی خودی نرویم برای افراد پرونده سازی کنیم و بعد بگوییم این خط نفوذ است. اجازه ندهیم افرادی از این کلمات در راستای منافع شخصی، گروهی و جناهی خود سوء استفاده کنند. از سوی دیگر صادق آمالی لاریجانی رئیس قوه قضایی ایران گفت رسانه های بیگان و کانال های فارسی زبان اکنون مخاطبان را با شبه مواجه کردند. و در ادامه اظهار داشت، نمی توانیم نسبت به این مخاطبان بی تفاوت باشیم بلکه باید پاسخی برای آن پیدا کنیم. حیدر مسلحی وزیر اطلاعات دوره احمدی نژاد و مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز گفت است استکبار به دنبال یارگیری در داخل برای نفوذ در کشور است و برخی رسانه ها به صورت هدفمند در نفوذ دشمن تأثیر گذار هستند. همزمان وحید ابوالمعالی وکیل احسان مازندرانی مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان به این روزنامه گفته است که از موکلم خبر ندارم و هنوز اطلاع ندارم که موکلم تفهیم اتهام شده است یا خیر روزنامه فرهیختگان نوشته است پیگیری ها و مکاتبات دانشگاه آزاد اسلامی درباره اتهام علت و محل بازداشت مدیر مسئول فرهیختگان نیز تا کنون نتیجه ای دربر نداشته است و خانواده احسان مازندرانی خواستار اجرای دقیق قانون و اطلاع رسانی از روند بازداشت وی هستند. همزمان احمد توکلی نماینده مجلس در یادداشتی خواستار درایت بیشتر دستگاه های امنیتی در این گونه برخوردها شده است. آقای توکلی در یادداشتی در اینستاگرام خود که خبرگزاری ایلنا آن را منتشر کرده نوشته است طی یکی دو شب گذشته اخباری مبنی بر دستگیری تعدادی از خبرنگاران به اتهام نفوذ منتشر شده است از جزئیات این دستگیری ها اطلاعی ندارم حتما متولیان امر دلایل قانع کننده ای به مردم ارائه خواهند کرد اما حسب سابقه ای که پیشتر هم وجود داشته است نگرانم دغدغه مبنایی و عمیق رهبر انقلاب به اقدامات امنیتی و انتظامی خلاصه شود. آقای توکلی نوشته است باید مراقبت کرد نگرانی رهبری متوقف به تصمیمات شعاری و اقدامات سطحی در حوزه سیاست نشود بنابراین انتظار می رود این دست اقدامات با درایت و دقت بیشتری صورت گیرد که اصل دقدقه رهبری تحت شعا قرار نگیرد همزمان گزارش ها از ایران هاکیست که سخنرانی فیاز زاهد که قرار بود به مناسبت سیزدهم آبان در لاهیجان برگزار شود با حمله و دخالت گروه های موسوم به گروه فشار لغو شد. بنابر این گزارش دقایقی پس از شروع سخنرانی این استاد دانشگاه بخشی از جمعیت سالن با سر دادن شعار به سمت تریبون حمله ور شدند و قصد ضرب و شتم و برخورد فیزیکی داشتند که دکتر زاهد با کمک همراهانش از سالن خارج شد و سخنرانی او ناتمام ماند روزنامه آمریکایی والستریت جورنال روز چهارشنبه 13 آبان ماه خبر داد که ایمیل و صفحه شخصی چند مقام وزارت امور خارجه آمریکا در هفته های اخیر به دست نیروهای سایبری سپاه پاسداران هک شده است. این روزنامه در گزارش خود به نقل از مقاماتی در دولت باراک اوباما این حملات را با دستگیری سیامک نمازی در تهران مرتبط دانسته است. روزنامه والستری جورنال روز چهارشنبه 13 آبان ماه گزارش داد که هکرهای سپاه پاسداران ایران ایمیل ها و شبکه های اجتماعی اعضای دولت اوباما را در هفته های اخیر هک کردند بر اساس این گزارش این حملات سایبری با دستگیری سیامک نمازی یکی از مدیران کمپانی نفتی کرسنت که اواسط اکتبر در تهران دستگیر شده مرتبط هستند وال جورنال به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده نوشته برخی از کارمندان وزارت امور خارجه آمریکا و نیز دفتر امور ایران و خاور میانه این وزارتخانه در هفته اخیر مورد حملات سایبری ایران قرار گرفتند روزنامه نگاران و اساتید دانشگاه اهداف دیگر این حملات بودند سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در سالهای اخیر به طور مرتب حملات سایبری علیه اعضای دولت آمریکا انجام داده اما موج جدید این حملات پس از حصول توافق اتمی میان ایران و قدرت‌های جهانی آغاز شده است یک مقام رسمی دولت آمریکا نیز به خبرگزاری رویترز گفته درباره گزارش وال نظری ندارد اما تصریح کرده که دولت آمریکا از هکرهایی در ایران و جاهای دیگر خبر دارد که سعی می کنند با حملات سایبری اطلاعات مورد نیاز برای اهداف خودشان را جمع وری کنند سیامک نمازی مدیر ایرانی آمریکایی دفتر برنامهریزی استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت است خبرگزاری رویترز پیشتر به نقل از منبعی که نامش فاش نشده گزارش داد آقای نمازی عواسط ماه اکتبر از سوی نیروهای امنیتی سپاه پاسداران بازداشت شد و اکنون در سلول انفرادی در زندان اوین به سر میبرد این منبع آگاه گفته است آقای نمازی برای دیدار با والدینش به ایران سفر کرده بود و در ماه ژوئیه هنگامی که قصد خروج از ایران را داشت ممنوع خروج شد به گفته این منبع آگاه او از ماه ژوئیه تا زمان دستگیریش در عواسط ماه اکتبر به طور مرتب برای بازجویی احضار شده است مقامات رسمی جمهوری اسلامی تا کنون خبر بازداشت او را تایید یا تکذیب نکردند برخی از مقامات آمریکایی معتقدند که حملات اخیر سایبری از سوی ایران به اعضای دولت اوباما با دستگیری آقای نمازی ارتباط دارد دوستان و نزدیکان سیامک نمازی گفتند ماموران سپاه پاسداران پس از ورود به منزل خانواده او در تهران کامپیوتر شخصی او را با خود بردند نگرانی دوستان سیامک نمازی از این است که اطلاعات سپاه پاسداران در صدد باشد پرونده جاسوسی علیه آقای نمازی باز کند به نوشته والستری جورنال این اتفاقی است که برای جیسون رزایان خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست نیز افتاده و پس از بازداشت سومین ایرانی آمریکایی که در ایران به زندان رفته است نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی تلاش کردند با استفاده از حساب کاربری او و همسرش با افراد دیگر تماس بگیرند دفتر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در واکنش به گزارش والستیر جورنال خود را بیگناه و هدف حملات سایبری بسیار توصیف کرده و دولت اوباما نیز اعلام کرده است که هنوز در حال تحقیق در این باره است گزارش این روزنامه درست در روزهای منتشر می شود که در ایران بازار بازداشت و اتهام زنی از سوی اطلاعات سپاه پاسداران جمهوری اسلامی داغ است سازمان اطلاعات سپاه روز سهشنبه دوازدهم آبان ماه در بیانیه از بازداشت چند تن از اعضای شبکه نفوذی همکار با دولت‌های متخاصم غربی که در فضای مجازی و مطبوعات کشور فعال هستند خبر داد و مدعی شد که افراد بازدار شده به دولت‌های آمریکا و انگلستان وابسته بودند در روزهای اخیر چند نگار در ایران از جمله ایساس هرخیز از روزنامه‌نگاران اصلاح طلب و احسان مازندرانی مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان بازداشت شدند اما هنوز هیچ مقامی ارتباط این دستگیری ها با شبکه نفوذی مورد ادعای سپاه را مشخص نکرده است. مقام های اطلاعاتی و امنیتی آمریکایی و اروپایی میگویند شواهد حاکی از آن است که احتمالا بمبگذاری موجب سقوط هواپیمای روسی بر فراز صحرای سینا شده است در این سانه 224 سرنشین این هواپیما کشته شدند وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرده کشورش پرواز هواپیماهای بریتانیایی از شرم و شیخ را فعلا متوقف کرده است مقام های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا و اروپایی میگویند شواهد حاکی از آن است که احتمالا بمبگذاری موجب سقوط هواپیمای روسی بر فراز صحرای سینا شده است در این سانحه 224 سرنشین این هواپیما کشته شدند. به گزارش رویترز، مقامهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکایی و اروپایی تأکید کردند هنوز به نتیجه قطعی در این باره نرسیدند. روز چهارشنبه 13 آبان ماه دفتر دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد در شرایطی که تحقیقات هنوز ادامه دارد ما با قاطعیت می توانیم دلیل سقوط هواپیمای روسی را اعلام کنیم همزمان با جمع اطلاعات بیشتر ما این احتمال را در نظر می گیریم که این هواپیما ممکن است در اثر انفجار یک بمب سقوط کرده باشد فلیپ هموند وزیر خارجه بریتانیا روز چهارشنبه 13 آبان ماه و پس از جلسه کمیته واکنش به بحران دولت به ریاست نخست وزیر این کشور گفت ما به این نتیجه رسیده ایم که احتمال بسیار بالایی وجود دارد که هواپیما بر اثر یک وسیله انفجاری سقوط کرده باشد. وزیر خارجه بریتانیا میگوید کشورش پرواز هواپیماهای بریتانیایی از شرمال شیخ را در حال حاضر متوقف کرده است. بریتانیا اعلام کرده که با رایزنی با مقام های مصری و خطوط هواپیمایی در جستجوی راههای دیگری برای بازگشت اتباع خود از شرمال به کشورش است. اظهارات هموند در حالی صورت میگیرد که بریتانیا خود را آماده میزبانی از عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر در هفته جاری می اظهارات مقام های بریتانیایی در خصوص علت سقوط هواپیما با انتقاد وزیر امور خارجه مصر مواجه شده است. یک منبع مصری که نزدیک به تیم بررسی جعبه سیاه این هواپیماس گفته است اعتقاد بر این است که این یک بمبگذاری بوده اما چه نوعی هنوز معلوم نیست تحقیقات در مورد خاک محل سانهه در دست انجام است و تلاش می شود تا مشخص شود این سانهه به دلیل انفجار یک بمب بوده یا نه او افزود که تیم‌های تحقیقاتی عازم محل شدند تا با انجام تحقیقات ببینند آیا اثری از مواد انفجاری پیدا می‌شود یا خیر گروه خلافت اسلامی در صحرای سینا روز چهارشنبه 13 آبان ماه با انتشار یک پیام صوتی تردید در مسئولیت این گروه در سرنگون کردن هواپیمای مسافربری روسی را تکذیب کرده و اعلام کرد در زمان مناسب به جهان اعلام خواهد کرد که چگونه این کار را انجام داده است پیشتر گروه حکومت اسلامی مسئولیت سقوط هواپیمای ایرباس A321 ای که روسیه بر فراز صحرای سینا را بر عهده گرفته بود اما مصر و روسیه این ادعا را رد کرده بودند در همین حال به گزارش اسوسییتد پرس یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود گفته است اطلاعات به دست آمده از استراق سمع مکالمات زمین ساز این نتیجه گیری اولی است که یک گروه وابسته به حکومت اسلامی در شبه جزیره سینا بمبی را در هواپیمای روسی کار گذاشته است منابع اطلاعاتی و امنیتی آمریکایی به اسوسییتد پرس گفتند بعید به نظر میرسد که رهبر گروه حکومت اسلامی در رقه سوریه دستور چنین اقدامی را صادر کرده باشد وزارت هوانوردی مصر چهارشنبه 13 آبان ماه اعلام کرد که محققان محتویات جعبه سیاه را بیرون آوردند و در حال تحلیل و بررسی آن هستند این وزارتخانه در این حال افزود جعبه سیاه دومی که حاوی صداهای ضبط شده در کابین خلبان است آسیب دیده و استخراج همه محتویات آن زمان بر است. رئیس اطلاعات ارتش اسرائیل گفته ایران و اسرائیل مدت هاست در جنگ فناوری با یکدیگر هستند و ایران به سرعت در حال کاهش شکافی است که میان این کشور و اسرائیل وجود دارد. به گزارش روزنامه اسرائیلی هارس روز یکشنبه دهم آبان ژنرال هرسل هلوی رئیس اطلاعات ارتش اسرائیل طی سخنرانی در یک نشست خصوصی در روز پنجشنبه گذشته گفته است که اسرائیل و ایران مدتی است در جنگ فناوری با یکدیگر به سر میبرند و ایران به سرعت در حال کاهش شکافی است که میان این کشور و اسرائیل وجود دارد آقای حلوی درباره جنگی که به نظر او مدتی است میان ایران و اسرائیل آغاز شده گفته است اگر از من بپرسید که آیا ما در عرض ده سال آینده با ایران خواهیم جنگید یا نه جوابی گیر کننده به شما خواهم داد ما مدتی است در جنگ با ایران هستیم جنگ ما با ایران جنگ فناوری است امروزه مهندسان ما دارند با مهندسان ایرانی میجنگند و این موضوع در آینده قابل توجهتر خواهد شد رئیس اطلاعات ارتش اسرائیل در توضیح بیشتر درباره جنگ فناوری میان ایران و اسرائیل گفته است این جنگ بر سر جمعآوری اطلاعات درباره تسلیحات و توان نظامی طرف مقابل است وی درباره چشمانداز این جنگ گفته است امروز ما برتری داریم اما ایران کم کم در حال بستن این شکاف است او گسترش تحصیلات عالی در ایران را عاملی برای رشد فناوری در این کشور دانسته است از سال 1979 سال انقلاب اسلامی در ایران شمار دانشگاه ها و دانشجویان در ایران 20 برابر اما در اسرائیل فقط سه برابر شده است رئیس اطلاعات ارتش اسرائیل در نطق خود به بحران امنیتی اخیر اسرائیل و مشکلات دستگاه های اطلاعاتی نیز پرداخته است او از جمله گفته است اگر یهودیان در سال 1948 ویدیوهای مشابه ویدیوهای اخیر را میدیدند که در شبکه های اجتماعی منتشر شده و حمله های چاغوزنی را نشان میدهد به یقین اسرائیل در جنگ استقلال پیروز نمیشد اشاره وی به موارد اخیر حمله با چاقو توسط فلسطینیان علیه شهروندان اسرائیلی است آقای حلوی گفته که دستگاه اطلاعاتی ارتش اسرائیل روز به روز با وظایفی سنگینتر روبرو می‌شود و ای اشاره کرده به این که زندگی و فناوری به سرعت در حال تغییر است و هر اندازه هم تراش و ریسک صورت می‌گیرد نمی‌تواند پا به پای تغییرات حرکت کند حلوی به عنوان نمونه به فناوری ای که در اختیار گروه تروریستی دولت اسلامی قرار گرفته اشاره کرده و گفته است که این فناوری هر روز تغییر می‌کند و جمع جمعآوری اطلاعات درباره این گروه را دشوار می سازد همچنین اشاره کرده به این که فناوری های جدید باعث شده که سربازان و افسران ارتش بتوانند تأثیر بیشتری بر روی تصمیم گیری های فرماندهان ارتش داشته باشند وی این مثالی را ذکر می کند که در آستانه تصمیم گیری درباره یک عملیات نامه‌ای از یک افسر به دست وی رسیده که در آن نوشته بوده عملیاتی که میخواهد صورت بگیرد اشتباه است شماری از سربازان در سالهای اخیر در شکایاتی سرگشاده نوشته بودند هایی که به آنها محول شده با حقوق بشر فلسطینی ها در تضاد بوده و آنها از اجرای دستورات سرپیچی کردند حارس نوشته است حلوی بر خلاف سلف خود در یک سالی که ریاست سازمان اطلاعات نظامی را در دست دارد حضور رسانه ای نداشته و از این نظر اظهار نظرهای سریح روز پنجشنبه وی غیرعادی و در خور توجه است وکیل بابک زنجانی سرمایهدار ایرانی که به فساد مالی متهم شده در گفتگو با رسانه های ایران از تصویه بخش عمده بدهی موکلش به وزارت نفت خبر داده اما خبرگزاری های وابسته به قوه قضایی و وزارت نفت ایران گفتند که تا کنون مرجعی رسمی پرداخت این بدهی را تایید نکرده است بابک زنجانی در ادامه دفاعیات روز یکشنبه دهم آبان ماه خود در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به روابط خود با محمود احمدی نژاد و سعید مرتضوی مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی هم اشاره کرد یک مقام در وزارت کشور تاجیکستان ادعای بابک زنجانی را در دفاعیات روز شنبه نهم آبان ماه در دادگاه رد کرده است آقای زنجانی گفته بود در تاجیکستان های الکترونیک مخصوص ثبت صدا دارد که در خدمت پلیس این کشور است آقای زنجانی در دفاعیات خود در دادگاه همچنین هشدار داد که این دستگاه های الکترونیکی امکان ثبت گفتگوها را دارد و اگر لازم شود گفتگوهایشان را فاش خواهد کرد در گزارش نوشته شده است بابک زنجانی که در گذشته از او به عنوان دوست برخی از مسئولان تاجیک هم نام برده می شود این حرفها را هنگامی به زبان آورده که از فروش اموالش شدیدن ابراز نگرانی کرده است یک سلسله شرکت های ساختمانی، حمل و نقل، سرمایه گذاری و جهانگردی در تاجیکستان به بابک زنجانی نسبت داده می شوند و در مراسم افتتاح برخی از آنها او همراه رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان شرکت کرده است همزمان بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در پاسخ به اظهارات بابک زنجانی گفت ادهی برای دور زدن تحریم ها مردم و اقتصاد ایران را دور زدند وزیر نفت با بیان اینکه مردم ایران نفری حدود 130 هزار تومان از بابک زنجانی طلب دارند در پاسخ به اظهارات بابک زنجانی در خصوص پرداخت پول و فقدان شماره حسابی از سوی وزارت نفت برای پرداخت بدهی گفت شما تو حساب خودت یا دادگاه این پول را بریز و بگو دو میلیارد و هفتصد میلیون دلار در حساب من پول هست بسیار خوب خیال ما راحت می شود که پول هست بالاخره جمهوری اسلامی از تو این پول را می گیرد بابک زنجانی روز شنبه نهم آبان در دفاعیات خود بیژن زنگنه و وزارت نفت را به سیاسی کاری و سیاهنمایی متهم کرده بود. وکیل مدافع بابک زنجانی امروز دوشنبه 11 هم آبان ماه از پرداخت و تصفیه بدهی موکلش به مبلغ 1 میلیارد و 427 میلیون و 500 هزار یورو که از طریق بانک مرکزی در اختیار وی قرار گرفته بود خبر داد. رسول کوهپای زاده درباره قسمت دوم بدهی موکلش که مربوط به محمولات نفتی است نیز گفت وکلای خارجی موکلم در حال تلاش برای صدور زمانتنامه هستند و این کار روال قانونی خود را طی کند. متهم اصلی پرونده میلیاردی نفت در دفاعیات خود گفت مقام های بانک مسکن در یک ملاقات از او تقاضای کمک می کنند و از جمله به او میگویند که به شخصی 65 میلیارد تومان پول دادند بدون اینکه چک یا سفته ای از او در دست داشته باشند و چون روز شنبه باید به دادگاه مفاسد اقتصادی بروند باید این پول را نشان بدهند و اگر نداشته باشند همه بازداشت می شوند. آقای زنجانی روز یکشنبه در دادگاه گفت برای کمک به مدیران بانک مسکن سوار هواپیما شده به کیش رفته و 67 میلیون یورو به بانک ملت فروخته است و آن را در اختیار بانک مسکن گذاشته است و بانک مسکن تا به امروز پولش را پس نداده است آقای زنجانی همچنین گفت زمانی که من تحریم شدم در امارات بودم از گیت فرودگاه که رد شدم من را بازداشت کردم و بردند و اگر بچه های وزارت اطلاعات و دوستان من نبودند نمی توانستیم کاری کنیم من نه شب در سفارت ایران خوابیدم تا نتوانند من را دستگیر کنند بابک زنجانی روز یکشنبه گفت پول نفت ایران یکی از اصلی ترین قاچاق و کالای سیاه در دنیاست. و مگر وزارت نفت پولش را امروز از امامزاده آورده که از من پول تمیز میخواهد. بابک زنجانی در ادامه قرائت دفاعیات روز یکشنبه خود در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به روابط خود با محمود احمدی نژاد و سعید مرتضوی مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی هم اشاره کرد و از جمله گفت ده روز پیش از تحریمش چهار میلیارد یورو به سازمان تامین اجتماعی پول داده است و تنها ترفندی که به ذهنش رسیده بود این بود که از امارات با وزیر نفت تماس گرفته و خواسته است تا به جای چهار میلیارد یورویی که به تامین اجتماعی پرداخت کرده است دو میلیارد یورو شرکت بخرد و یا پول را به هر جایی که میخواهند حواله کنند بابک زنجانی در ادامه تشریح ارتباطش با سازمان تامین اجتماعی روز یکشنبه گفت که پس از بازداشت سعید مرتزوی و قطع ارتباط با او دست به دامن وزیر نفت وقت و از طریق او محمود احمدی نژاد میشود و بار دیگر نشستی با سعید مرتزوی برگزار می شود. با اینکه به گفته بابک زنجانی سعید مرتضوی قول داده بود پولش را پس بدهد اما برکنار شد. بابک زنجانی که در سالهای آخر دولت محمود احمدی نژاد از جمله مسئولان دور زدن تحریم‌های نفتی و فروش نفت ایران شده بود، به گفته مقام‌های وزارت نفت میلیاردها دلار نفت فروخته بود بدون آنکه بهای نفت‌ها را به دولت بازگرداند. وی به همین دلیل نزدیک به دو سال است که در بازداشت است و جلسات دادگاه او همچنان ادامه دارد. هفته گذشته صدا و سیمای جمهوری اسلامی از بازداشت یک شهروند آمریکایی لبنانی به نام نزار زکا در ایران خبر داد و او را فردی با ارتباط ویژه با نهادهای نظامی آمریکا معرفی کرد. آقای زکا در این گزارش گنج پنهانی معرفی شد که میتوان اطلاعات مهمی از او به دست آورد. خانواده آقای زکا هر گونه ارتباطی با ارتش های و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی را رد کردند و گفتند از شنیدن اتهامات دروغین علیه او شوکه شدند. خانواده نزار زکا شهروند لبنانی که در ایران بازداشت شده است هر گونه ارتباط او با سازمان های نظامی یا اطلاعاتی را رد کردند. در پی انتشار خبر بازداشت آقای زکا وکیل او گفت او تنها از تابعیت لبنان برخوردار است و شهروند آمریکا نیست خبر بازداشت آقای زکا یک هفته پس از گزارش های اولیه در مورد مفقود شدن او از سوی رسانه های دولتی ایران تایید شده است خبرگزاری های مهر و تسنیم با بازنشر خبر رادیو و تلویزیون دولتی ایران نوشتند که برخی عکس های منتشر شده او را در لباس ارتش آمریکا در پایگاه نظامی ریورساید در آمریکا نشان می‌دهد. در گزارش رسانه های ایران آقای زکا به عنوان جاسوس و طبعه ایالات متحده و فردی در ارتباط بسیار ویژه با جامعه اطلاعاتی و نظامی آمریکا توصیف شده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس دوازدهم آبان ماه از قول نزدیکان این شهروند لبنانی نوشته است تصویر منتشر شده او را در مراسم فارغ و تحصیلان اکادمی نشان می دهد. جیم بنسون مدیر آکادمی نظامی ریورساید نیز به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت تلویزیون دولتی ایران کس دیگری را در تصویر با آقای زکا اشتباه گرفته است روزنامه بریتانیای گاردین میگوید نزار زکا در جمع فارغ و تحصیلان اکادمی ریورساید است. به گزارش اسوشیتد پرس خانواده زکا از طریق وکیلش گفتند از اتهامهای غلطی که وارد شده در شگفت هستند. وکیل نزار زکا به شبکه تلویزیونی ال بی سی لبنان گفته است خانواده او با وجود درخواست های مکرر هیچ اطلاع رسمی در مورد بازداشتش دریافت نکردند او افزوده است که زکا تنها از تابعیت کشور لبنان برخوردار است و هرگز با هیچ سازمان اطلاعاتی خارجی در ارتباط نبوده است خانوادهش نیز در بیانیه از مقامهای بیروت خواستند تا به طور جدی برای یافتن جزئیات و محل نگهداری آقای زکا و بازگرداندن او به کشورش لبنان فعالیت کنند. ایالات متحده میگوید از گزارش ها و خبرهای منتشر شده مطلع است الیزابت رودو سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد بازداشت این شهروند لبنانی گفته است صاحبان اقامت دائم در آمریکا شهروند این کشور به شمار نمی روند و با گذرنامه ملی خود به آمریکا سفر می کنند و خدمات کنسولی در این رابطه باید از طریق کشور محل تابعیت افراد ارائه شود. مقام های لبنان هنوز واکنشی به گزارش ها و خبرهای منتشر شده نشان ندادند. جیم بنسون رئیس آکادمی نظامی ریورساید گفته است این مرکز هیچ ارتباطی با ارتش ایالات متحده ندارد محل آموزش دوره راهنمایی و دبیرستان دانش آموزان پسر است و در آن نحوه تیراندازی نیز به کسی آموزش داده نمی شود در وبسایت این مؤسسه نیز آمده که نظر زکان متخصص فناوری اطلاعات و ارتباطات است و مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود در علوم کامپیوتر را از دانشگاه تگزاس گرفته است. در همین حال خبرگزاری فارس روز چهارشنبه 13 آبان ماه با انتشار گزارشی که آقای زکا را به عنوان جاسوس معرفی می کند نوشته است در پی دستگیری نزار زکا در ایران خانوادهش با مقامات لبنانی تماس گرفته و مشخص شد که برخی مقامات لبنان با طرفهای ایرانی تماس برقرار کرده و ایرانی ها نیز به گفتن اینکه این قضیه به امنیت ملی برمیگردد اکتفاق کردند. این خبرگزاری وابسته به سپاه نوشته است آقای زکا پیش از این در کنفرانس هایی درباره اینترنت و آیتی در ایران شرکت کرده بود و شایع شده که به همراه برخی چهره های مخالف نظام ایران در حال تدارک برنامه هایی برای ایجاد موج تظاهرات ضد دولتی در ایران به منظور مقابله با طرح دولت برای تشکیل اینترنت ملی جدا از شبکه اینترنتی جهانی بوده است. روسیه که تاکنون مخالف رفتن بشار اسد از قدرت بود حالا گفته مسئله کنارگیری یا ماندن بشار اسد در قدرت در اولویت این کشور نیست با این حال حملات آن کشور به سوریه همچنان ادامه دارد حملاتی که کرملین میگوید هدف آن سرکوبی داعش است اما یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته 85 تا 90 درصد عملیات هوایی روسیه در سوریه علیه مخالفان میانه روی اسد متمرکز است آن پترسون معاون وزارت امور خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک اعلام کرده است 85 تا 90 درصد عملیات هوایی روسیه در سوریه علیه مخالفان میان رو حکومت بشار متمرکز است خانم پترسون روز چهارشنبه 13 آبان ماه در نشست کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا ضمن دفاع از عملکرد واشنگتن و در تشریح سیاست دولت اوباما گفت شکست حکومت اسلامی موسوم به داعش در سوریه و عراق نخستین هدف آمریکاست وی اعلام کرد از هنگام دخالت نظامی روسیه در سوریه دست کم 120 هزار سوری از خانه و کاشانه خود آواره شدند و به انبوه 22 میلیونی آوارگان این کشور پیوستند خانم پترسون گفت دومین هدف آمریکا پیگیری انتقال قدرت سیاسی در سوریه است ویکتوریا نولاند معاون وزارت خارجه آمریکا در امور اروپا نیز در نشست کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا ضمن ارائه گزارشی از وضعیت آوارگان سوری در ترکیه و اروپا گفت روسیه اکنون در اطراف برخی از شهرهای سوریه توپهای سنگین خود را مستقر کرده و این در حالی است که نیروی هوایی سوریه نیز بمبارانهای بشکهای علیه مردم این مناطق را افزایش داده است خانم نولاند گفت هزینه عملیات روسیه در جنگ داخلی سوریه روزانه بین دو تا چهار میلیون دلار برآورد می شود و این در حالی است که مردم عادی روسیه با بحران اقتصادی ناشی از سوء مدیریت، کاهش قیمت نفت صادراتی این کشور و تحریم های ناشی از ماجراجویی دولت پوتین در اوکراین دست به گریبانند. در همین حال اد رویس رئیس جمهوریخواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان ضمن انتقاد شدید از سیاست دولت اوباما بخشی از فاجعه کنونی را متوجه نبود یک استراتژی کارا در سوریه دانست آقای رویس گفت تهاجم مشترک ایران و روسیه علیه مراکز قدرت جنگجویان داعش نبوده و نیست بلکه علیه مخالفان دولت سوریه متمرکز است که از جانب آمریکا و عربستان سعودی پشتیبانی میشوند آقای رویس گفت آمریکا باید دخالت های ایران و روسیه را که بیشتر موجب بیثباتی سوریه شده به عقب برانند و این امر می با اعمال تحریم های سخت علیه گروه حزب الله لبنان که تروریست های نیابتی ایران هستند و با تحریم های تسلیحاتی علیه ایران انجام شود. در همین حال خبرگزاری ریانوستی روسیه روز پنجشنبه چهاردهم آبان ماه گزارش داد که قرار است اواخر هفته آینده هیئتی از سوی دولت این کشور با نمایندگان ارتش آزاد سوریه از مخالفان حکومت بشار اسد با یکدیگر دیدار و در مورد نحوه پایان دادن به جنگ داخلی سوریه گفتگو کنند این خبرگزاری منبع خبر خود را هماهنگ کننده این نشست ذکر کرد و به نقل از او گفته است که این دیدار در ابوظبی صورت خواهد گرفت سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز چهارشنبه 13 آبان ماه در کنفرانس خبری مشترک با استفان دمیستورا نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور سوریه در مسکو گفت موضوع تصمیم گیری درباره نظام آینده سوریه بر عهده مردم این کشور است و تمام جوانب اصلاحات سیاسی در این کشور باید مورد توافق معارضان و دولت قرار گیرد آقای لاوروف گفت تنها راه راستی آزمایی مراجعه به آرای عمومی است و ما برای انجام این راستی آزمایی آمادگی داریم وزیر امور خارجه روسیه تصریح کرد گروههایی مانند داعش و جپتل نصره در فهرست تروریستی سازمان ملل قرار دارند اما گروههای مشابه دیگر چنین وضعیتی ندارند و باید اسامی این گروهها به طور سریح در فهرست تروریستی گنجانده شود وی همچنین خبر داد که این فهرست و همچنین فهرستی از گروه های معارض که باید در مذاکرات با نمایندگان دولت سوریه شرکت کند در نشست آینده چند جانبی وین تدوین خواهد شد گزارش به پایان برنامه امروز میرسیم بسیار سپاسگزارم که ما را همراهی کردید با ما از طریق وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا با نشانی که برای صفحه تلویزیون ظاهر شده در تماس باشید و درباره برنامه نظر دهید تا دیدار دیگر شب و روز شما خوش